سرخط مهمترین خبرها. دادگاه طالبان در سرپل حکم اعدام یک عضو پیشین مجلس نمایندگان را صادر کرد. حمله انتحاری در پل خمری، جبهه مقاومت، مقصر اصلی این حمله رژیم نامشروع طالبان است. انفجار در مسجد در پل خمری، محقق بدون شک این گونه اعمال طرح خود طالبان است. داعش خراسان مسئولیت حمله به مسجد شیعهان در شمال افغانستان را بر عهده گرفت. و وزیر داخلی پاکستان: هیچ سازش در زمینه اخراج مهاجران غیر قانونی از پاکستان وجود ندارد. سلام دوستان، به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. حمله انتحاری در پل خمری، جبهه مقاومت، مقصر اصلی این حمله رژیم نامشروع طالبان است. جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود در واکنش به حمله انتحاری امروز در مسجد شیعهان امام زمان ولایت بغلان گفته مقصر اصلی و درجه یک این حمله رژیم نامشروع طالبان است. این جبهه روز جمعه 21 میزان در اعلامیه این حمله را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. در اعلامیه جبهه مقاومت ملی آمده است: گروه ترور و وحشت یعنی طالبان از یک طرف و ادعای دروغین تامین امنیت سرتاسری مردم را غافل می نماید و از سوی دیگر با فراهم کردن چتر امن و مناسب برای گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین المللی همکار و شریک جرم می باشد و این گونه مردم و این کشور را در معرض تهدیدات بالقوه و بالفعل قرار داده است. جبهه مقاومت انفجار وحشتناک امروز در میان نمازگزاران در داخل مسجد در پل خمری بغلان هنگام ادای نماز جمعه در حال صورت گرفته که طالبان حضور و موجودیت گروه های تروریستی همکار و همفکر خود را در افغانستان و به ویژه در شمال کشور انکار می کنند. انفجار در مسجد در پل خمری، محقق بدون شک این گونه اعمال طرح خود طالبان است. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در واکنش به حمله انتحاری در مسجد شیعهان امام زمان در پل خمری ولایت بغلان گفته است بدون شک این گونه اعمال یا طرح خود حاکمان فعلی یعنی طالبان و یا نتیجه رشد گروه های افراطی و تکفیری در افغانستان است که در سایه حکومت طالبان به طور سراسام آور تولید می گردد. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان روز جمعه 21 میزان در برگه فیسبوک خود نگاشته است طالبان باید جلو این اعمال ضد بشری را بگیرند. محقق افزوده است این حادثه در زمان رخ داده است که از یک سو جهان اسلام در مصیبت مردم فلسطین غرق اندوه و ماتمند و از سوی دیگر مدعیان دروغ اسلام در افغانستان با آدمکشی، ترور و انفجار در مسجدها دوام میدهند. با این حال محمد محقق از جامعه جهانی به ویژه نهادهای حقوق بشری خواسته است که به حوادث فاجعه بار سیستماتیک و سریالی کشتار شیعهان و هزاره ها رسیدگی کنند. نام برده همچنان از سازمان ملل خواهان اعمال فشار بر طالبان شده تا به مسئولیتشان برای تامین امنیت جانی مردم توجه جدی داشته باشند. دادگاه طالبان در سرپل حکم اعدام یک عضو پیشین مجلس نمایندگان را صادر کرد. منابع محلی در سرپل تایید کردند که دادگاه طالبان در این ولایت حکم اعدام پاینده محمد عرب عضو مجلس نمایندگان حکومت پیشین را صادر کرده است. به گفته منابع، حکم اعدام پاینده محمد از سوی گروه طالبان به اتهام قتل یک باشنده ولایت سرپل و غصب زمین صادر شده است. منبع گفته است که پاینده محمد عرب 4 ماه می شود که در زندان گروه طالبان به سر می برد. او یکی از افراد با نفوذ قدرتمند در ولایت سرپل است. این عضو پیشین مجلس نمایندگان پس از سقوط حکومت پیشین به ایران فرار کرده بود. اما در ماه جوزای سال 14-1 به دعوت کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان طالبان به کشور برگشته است. منابع به خبرگزاری آماج نیوز گفتند که حکم اعدام آقای عرب در حال است که او کارت عفو عمومی طالبان را نیز با خود دارد. گروه طالبان تا اکنون به گونه رسمی در این رابطه ابراز نظر نکردند.
داعش خراسان مسئولیت حمله به مسجد شیعهان در شمال افغانستان را بر عهده گرفت. مسئولیت حمله انتحاری مرگبار روز جمعه 21 میزان به مسجد شیعهان در شهر پلخمری در شمال افغانستان را گروه داعش خراسان بر عهده گرفت. این انفجار ظهر روز جمعه و هنگام برپایی نماز جمعه در مسجد امام زمان در میان ده ها نمازگزار صورت گرفت. در اطلاعیه‌ای که در کانال تلگرامی اعماق خبرگزاری رسمی داعش منتشر شد، عکس مهاجم انتحاری نیز دیده می شود. در اطلاعیه داعش خراسان نام مهاجم انتحاری ذکر نشده است و مشخص نیست که او شهروند افغانستان بوده یا از کشور دیگر برای همکاری با داعش وارد افغانستان شده است. در دو سال گذشته برخی حمله های انتحاری داعش در افغانستان را شهروندان تاجیکستان و پاکستان عملی کردند. در اطلاعیه داعش خراسان ادعا شده است که در این حمله 50 تن از شیعهان کشته و شمار دیگر مجروح شدند. ارقام دقیق تلفات حمله انتحاری داعش خراسان در مسجد امام زمان هنوز که نزدیک به 8 ساعت از آن میگذرد روشن نیست. مصطفی هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بغلان در پیامی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد نوشت که در این حمله 7 تن از نمازگزاران کشته و 17 تن دیگر مجروح شدند. حدود یک ساعت پس از حمله برخی رسانه ها به نقل از منابع طالبان گزارش دادند که دست کم 17 نفر کشته شدند. منابع غیر رسمی در شهر پلخمری به اندپندنت فارسی گفتند که شمار کشته ها و زخمیان این حمله بیشتر از آن است که طالبان منتشر کردند. به دلیل محدودیت هایی که طالبان به دسترسی به اطلاعات وضع کردند، آمار دقیق تلفات این حمله هنوز روشن نشده است. با گذشت نزدیک به 8 ساعت از انفجار هنوز هیچ واکنش از مقام‌های رسمی طالبان در مورد حمله به مسجد شیعهان در بغلان منتشر نشده است. وزیر داخلی پاکستان: هیچ سازش در زمینه اخراج مهاجران غیر قانونی از پاکستان وجود ندارد. سرفراز، وزیر داخلی حکومت موقت پاکستان هشدار داده است که هیچ سازش در زمینه اخراج مهاجران غیر قانونی از پاکستان وجود ندارد. با گزارش رسانه‌های پاکستانی، وزیر داخلی موقت پاکستان دیروز جمعه 21 میزان بار دیگر تاکید کرد که طرح اخراج مهاجران غیر قانونی افغانستان محدود نمی‌شود، بلکه شامل تمام افراد بدون اسناد اقامت می‌شود. او همچنین در ادامه افزود: افراد صرف نظر از این که از کدام ملیت باشند، اگر ویزای معتبر و سایر مدارک مورد نیاز داشته باشند، مشکل وجود نخواهند داشت و برنامه خروج ویژه مهاجران غیر قانونی است. با این حال، مقام‌های پاکستانی گفتند که پس از افشای دست داشتن اتباعی افغانستان در 4 حمله انتحاری در این کشور، این تصمیم سختگیرانه برای مهاجران افغان وضع شده است. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر، چنل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.